سلام، یکشنبه 11 تیر 96 2 جولای 2017 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. ابتدا هم عذرخواهی بکنم که به دلیل مسافرت در بین راه دارم برنامه را خدمتون ارائه میکنم. موضوع اول این که 1800 کارگر چوب و کاغذ مازندران 2 ماهه که حقوق نگرفتن، ماه فروردین رو هم تنها 70% حقوقشون رو گرفتن و 200 کارگر بازنشسته این کارخانه هم مطالباتشون رو به صورت قسطی میپردازن. چوب کاغذ مازندران از بزرگترین واحدهای صنعتی ایرانه که زمانی کاغذش صادر هم میشد، ولی با سوء مدیریت و سوء استفاده هایی که مدیریت قبلی شرکت کرده بوده به حال افلاس افتاده. کارکنان شرکتی مخابرات هم همزمان در مشهد، شیراز، تهران، اهواز، خرم‌آباد دست به تجمع اعتراضی زدن، خواستشون استخدام و هماهنگی با کارکنان رسمی است. کارگران فولاد گلستان مینودشت هم که این واحد از تیر ماه تعطیل شده، 130 کارگر بیکار شدند و هنوز مطالباتشون کامل پرداخت نشد. 120 کارگر سبا فولاد هم در زاگرس، سبا فولاد زاگرس در استان چهارمحال بختیاری، دیروز 10 تیر ماه جلوی استانداری دست به تجمع اعتراضی زدن. کسبه ساختمان پلاسکو هم برای 4 بار در 6 ماه گذشته تجمع داشتن، این بار جلوی بنیاد مستضعفان که قرار هم بود که 30 خرداد کلنگ ساختمان جدید پلاسکو به زمین زده بشه که وعده محقق نشد. موضوع دوم این که دیروز یک کولبر دیگر به نام واحد قادری با شلیک مستقیم گلوله هنگ مرزی در بانه کشته شد. یک کولبر دیگر هم مجروح شد. مراسم بابک خرمدین که در قلعه بابک آذربایجان شرقی هر سال برگزار میشه بازداشتی داشت. 11 نفر به اضافه یک کودک که 12 ساله بازداشت شدند. البته کودک بعد از مدتی آزاد شد. مأمورین علت این بازداشت رو گفتند اینکه اونها سخنرانی کردند و خواستار آزادی سیامک میرزایی فعال آذری شدند که از 27 خرداد ماه دست به تجمع اعتراضی، دست به اعتصاب قضا در زندان زد. مالباختگان مؤسسات کاسپیان و آرمان قرار بود امروز یکشنبه 11 تیر ماه ساعت 11 صبح جلوی مجلس تجمع داشته باشند، همزمان که کمیسیون اصل 90 مجلس جلسه داره برای رسیدگی به مشکل، اما نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای امنیتی از تجمع اونها ممانعت کردن. آقای منتظری دادستان کل هم در مصاحبه هفتگیش اعلام کرد که هر هفته بین 16 تا 19 هزار سایت، البته احتمالاً منظور ایشون کانال‌های تلگرامی، فیلتر میشه. موضوع سوم این که سهام نیوز خبر داده از این که آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، شخصا از آقای خامنه‌ای خواسته بوده که دعوت بکنن از هیئت دولت برای مراسم افطار که هر سال ایشون با دولت داره، اما ایشون گفته که به این دولت افطاری نمیده. آقای زاکانی از تندروهای مجلس هم
گفته که آتش نوشته آتش بسه یک طرفه از سوی نیروهای اصولگرا داده بشه، حملات به دولت رو متوقف کنند. احمد توکلی هم استقبال کرده، این در حالی است که هم فرمانده سپاه هم نماینده رهبری در سپاه مجدداً به دولت حمله کردند. آقای تاج‌زاده و آقای رمضان‌پور هم هر دو گفتند که به جای آتش بس و آتش به اختیار و غیره بهتر است باب گفتگوی ملی رو باز کنیم. حرف درستی هم هست. همایش سالانه قوه قضاییه هم برگزار شد. آقای روحانی در اون سخنرانی کرد و گفت که عده‌ای میخوان بیل به کمر اصل براعت بخوره و قوه قضاییه اول باید که ادله جرم رو داشته باشه و بعد احضار یا جلب بکن. البته به ایشون باید گفت که مدت هاست که روال دستگاه امنیتی و قضایی کشور این است که مردم رو دستگیر میکنن، زیر فشار قرار میدن، اعتراف میگیرن و ادله درست میکنن. همین الان به ایشون باید گفت دستور بده هنگامه شهیدی از زندان آزاد بشه که زیر فشار برای اعتراف دروغینه. صادق لاریجانی هم در همین همایش گفت توهین به قوه قضاییه و شورای نگهبان و سپاه نشان از فتنه است. آقای علی لاریجانی هم اولین باری است که به عنوان یکی از رؤسای قوا میگه که قانون اساسی میتواند تغییر بکنه، البته با حفظ ارکان که منظور ایشون ولایت فقیه. موضوع چهارم این که فردا 12 تیر ماه قرار است که قرارداد 5 میلیارد دلاری با کنسرسیومی که توتال فرانسه در رأسش هست برای پروژه فاز 11 پارس جنوبی امضا بشه. البته بار قبل که توتال فاز 1 پارس جنوبی رو کار کرد 2 برابر قیمت معمول حساب کرد و بعد هم در مابه تفاوت قیمت گاز میلیاردها دلار سر کشور ما کلاه گذاشت. قطر پیشنهادات 13 گانه کشورهای عربی رو امروز در پایان مهلت 10 روزه رد کرد. اما موضوع آخر این که آقای اسحاق جهانگیری عنوان کردن که انتخابات اخیر به عزت رهبر انقلاب افزود. ماهواره مصباح هم که قرار بود سال 84 با موشک روسی در مدار قرار بگیره از سال 84 تا کنون در نوبت بود، بالاخره هم اعلام شد که ماجرا تمام شده و قرار است به موزه منتقل بشندکی. سبز سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایران.